سلام علیکم دکتر صاحبای گرامی و عزیز امروز میخوایم در مورد ریتمیک الکسایتیشن آف هارت امروزتان صحبت بکنم که چگونه میکانیزم های تفلسی در قلب موجود هست و چگونه میکانیزم ها هست که بالاخره عضله قلبی را وادار به یک تخلص ریتمیک کرده یعنی یک نعمت خیلی بزرگ الله متعال هست که فرصت داده برای اوزاینات و بوتاینات تا به شکل جداگانه و به شکل ریتمیک تقلص بکنن و ما باید به خاطر این نعمات زیبا و خیلی شایسته از خداوند سپاسگزار باشیم. دوستان عزیز، ما در ویدیوهای قبلی امروز شما در مورد ازی صحبت کرده بودم که عضله قلبی نه تنها عضله اوزاینی بوتاینی هست بلکه نواحی یا انساج کنکتیو و یا هم هدایتی هم وجود داره که اونا را من اینجا روی تخته نوشته کردم. SA node, EV node, همچنان بندل هایی که در قسمت مین EV node و همچنان SA node قرار داره و EV بندل هست left و right بندل برانچ ها می باشه و بالاخره پروتین جی فایبر. اینا چه خصوصیات دارن؟ نظر به موقعیتشان، نظر به ساختارشان اینا چی شدن خیلی خاص‌تر از نواحی دیگه می باشن. دوستای عزیز، ایوی نود را، اس ای نود را اگر ما در نظر بگیریم که ساینو اتریال نود هست و دیگه بارت از اتریو وینتیکولر نود می باشد، اینا هر کدام چون ساختمان خاص خود را داره. شما می فهمید که پیس میکر اصلی قلب چی هست؟ پیس میکر اصلی ما اس ای نود هست. شاید نزد شما سوال پیدا شود که چرا؟ چرا ایوی نود؟ اس ای نود؟ از این نوت یکی خو ما برای ازی بسیار دلایل دارم. اگر کسی از ما باعث یک محصل صنف اول یا صنف دو پرسان میکرد شاید او وقت اخدر به جزیات ما نفهمیده بودم، ولی آهست آهسته وقتی مطالعه کردیم دیدیم که بسیار گپا وجود داره اینجا. اولین خاصیتی را که شما گفتم میتونین دوست عزیز اویی است که از این نوت نظر به موقعیتی که داره یک غده یک گری خاص است. شما میفهمید موقعیت ازی در کجا است؟ موقعیت ازی در قسمت بله در قسمت سوپیریور پاستریور لترال اوزین راست، یعنی قسمت علوی است، در قسمت علوی قرار داره که که به طرف خلف و جنب متمایل هست. در کجا؟ در اوزین راست. خب زخامت عضلیش هم ترسیم میکنیم. شما فرض بکنین دوستا که بوتاینات و اوزینات به این شکل در کنار هم قرار داره. شما اگر متوجه شوین میبینین که اینجا بعضی از فضاها موجود هست، مثلا یک حجاب هست که بین هر دو بوتاین قرار داره که بسیار زیاد بر ما مهم هست از نگاه تحریک و از نگاه به وجود آمدن گراف. همچنان یک ساحه دیگر در قسمت قرار داره که در بین هر دو اوزین است، یک ساختمان فایبروزی است در بین هر دو اوزین و هر دو بوتاین، و یک ساحه هم در بین هر دو اوزین قرار داره که حجاب است، حجاب های بین الاوزین. اس اینول ما درست در قسمت قرار داره که درست در قسمت قرار داره که چی منشا میگیره؟ سوپریور وینا کاوا منشا میگیره یا ورید اجواف علوی از این قسمت منشا میگیره. شما فرض کنین ما یک قطعه از اس اینود را بیرون میکشم و ایره بر شما تشریح میکنم. چون من سوال کردم گفتم چرا اس اینود چی هست؟ پیس میکر قلبی هست. شما فرض بکنین اگر یک قسمت از خود اس اینود یا خود از این نود را فرض بکنیم یا این رقم یا میتونیم دایروی هم رسمش بکنیم، تمام حجراتی که در داخل از این قرار داره دوستا چی هست؟ تعدادشان زیاد نیست،
یعنی تعداد حجرات در این بسیار محدود است. در بین تمام حجرات چی وجود داره؟ گپ جنکشن ها وجود داره و تعداد این گپ جنکشن ها بسیار زیاد است. ببینید چندین گپ گفتم. یکی که تعداد حجرات کم است و در بینشان گپ جنکشن وجود داره. هر قدر تعداد حجرات کم باشه ازدحام کمتر است. سیس میگم که less cells more gap junction و همچنان بسیار اکسایتد است در مقابل سودیم. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه. چرا در مقابل سودیم چرا اکسایتد است؟ چرا سنسیتیو است؟ چرا قدر میخواید؟ چرا قدر در مقابل مقدار کم سودیم در مقابل یک تنبیه خیلی کوچک هیچ میچه زود چنل های سودیمش باز میشه؟ چون امی پتانسیل استراحتش زود به قدمه یا ترشولد میرسه. این یک سوال دیگه شد. سوالی که ما میخوایم در این قسمت جوابتون اوی است که دوست عزیز بهتر از شما بفهمیم غشای یا هم گفتم میتونم تفاوت غشای بین هر دو طرفه SA node یعنی کدام تفاوتی که وجود داره بین داخل غشا و همچنان داخل حجره و خارج حجره. این تفاوت بسیار کم هست، یعنی منفی 60 تا منفی 55 میلی ولت است. یک دلیل بسیار خوب برش یافتم، میشه که دلیل چهارم بگویم، به خاطر از اینکه پتانسیل استراحت از یا رستینگ ممبرین پتانسیل از این مساوی به منفی 55 میلی ولت است. حالا شاید بر شما سوال پیدا شود که چرا رستن ممبرین پتانسیل از این آرم بی از این منفی 55 میلی ولت است. حالا بر از این ما دلایل دیگه میگم و این دلایل منطقی هست، از دل خود نمیگم. خب مشکل اولی که وجود داره دوستا زمانی که مثلا در رستن ممبرین پتانسیل ما میاییم مشکل نیست، البته خوبی هست. در این وقت است که فست سودیم چینل ها تمامش بسته است. این رو همه ما میفهمیم. سیست فست سودیم چینل ها که هستن فست سودیم چینل اینا چی هستن؟ کلوز هستن. یه گپ واضحی است چون در حال استراحت است. اما غشای حجروی SA node غشای حجروی SA node در مقابل چینل های کلسیم سودیم یا کلسیم سودیم چینل ها چی هست؟ بله لیک هست و اینجا یک لیکاج این چینل ها وجود داره. سیست وقتی که این کلسیم سودیم چینل ها لیک باشه، وقتی که لیک باشه مقدار زیاد از کلسیم چی میشه؟ داخل حجره شده میده و داخل حجره چی میکنه؟ اجازه نمیده که از منفی 55 میلی ولت زیادتر منفی شود. مثلا اگر یک قسمت از زیر ما در نظر بگیریم، اینجا یک حجره در نظر بگیریم، اینجا چی هست؟ چینل های کلسیم سودیم لیک هست و مقدار زیاد از کلسیم داخل حجره میشه با چارج دوگانه مثبت خود و داخل غشا را مثبت‌تر نگاه میکنن نسبت به حجرات دیگر، چون در حجرات دیگه این لیکاج وجود نداره و بالاخره باعث میشه تا که تفاوت چارچ ها بین دو طرف غشا از منفی 55 میلی ولت چی نشه؟ پایین تر و منفی تر نشه، نهایت زیاد منفی باشه منفی 60 میلی ولت، ولی از این زیادتر پایین و منفی نمیشه. اینا نیه خوبی شد. پس اینا رو میگیم که یک سوال دیگه برای من پیدا میشه. اگر من مثلا به جای شما باشم و این ویدیو رو میبینم، برای من این سوال پیدا میشه خیلی که همیشه این چینل ها لیک هستن، لیکاج وجود داره، خیلی باید اس اینوت همیشه دیپولارایزد باشه، هیچ وقت باید ریپولارایزد نشه، هیچ وقت باید به صفحه آسی ایچی نره، ریپولارایزیشن نره. پس اینجا هم یک جواب وجود داره دوستان. چینل هایی که اینجا من نام گرفتم، البته دو جواب من برای زی دارم. این چینل ها برای 100 تا 150 میلی ثانیه و یا هم گفتم ای تانم هزارم، اگر یک ثانیه به هزار حصه تقسیم بکنید پس تا
صد الى یک صد و پنجاهم حسی از ثانیه چی می باشم؟ که به میلی ثانیه من نشان دادم میتونم اینا چی می باشه؟ باز می باشه و بعد زو کلوز میشه. این دلیل اول، چنل های لیک بعد از این مدت بسته میشه. این که بسته شد طبعا به این معنی هست که چارج، دخول چارج مثبت چی شد؟ کم شد. این دلیل. دلیل دیگه، چنل های پوتاشیم برای یک بر دهم حسی ثانیه یا ده میلی ثانیه چی می باشن؟ اوپن می باشن. زمانی که اینا اوپن می شه، این وقت است که مقدار زیاد چارج مثبت هم از خود را بر وقت بسیار زیاد خارج می شه. تا حدی که هایپر پولارایزیشن در این حجره به وجود میاد. در این حجره SNO2 هایپر پولارایزیشن به وجود میاد. ولی هایپر پولارایزیشن بسیار زیاد وقت دوام نمیکنه. دوباره چون چینل های کلسیم سودیم لیک هستن، باز میشن، کلسیم داخل میشن و اجازه نمیده تا که تفاوت چارج بین دو طرف ها زیاد منفی شد و دوباره ایده با منفی 55 میلی ولت میبره. پس چون موضوع تمامش روی پیس میکر هست، ما کوشش میکنم روی ازی زیاد صحبت کنم. گفتم که SNO چی هست؟ یک خلاصه میگیرم، میرم روی سیستم هدایتی دیگه. SNO گفتم پیس میکر هست. سوال پیدا میشه چرا پیس میکر است؟ به خاطر موقعیتش که در کجا قرار داره؟ در قسمت صدر یا قسمت علوی اوزاینات قرار داره و شما میفهمید که نظام هست که همیشه هر کسی که در جای بالاتر باشه او فرمان راست. اما این شرط نیست، حتمی نیست، میشه که به حیث یک دلیل استفاده شده. میکانیزم های دیگه چی است؟ حجرات از زیر خداوند چی کده کم ساخته؟ حجراتشان کم هست، گپ جنشن هایشان زیاد هست و بسیار در مقابل سودیم اکسایتد هستن. چون نیتر است؟ به خاطر ازی است که پتانسیل زمان استراحت از این بسیار مثبت است نسبت به حجرات دیگر، یعنی منفی 55 میلی ولت است. با سوال پیدا میشه چرا منفی 55 میلی ولت است؟ به خاطر ازی دوست عزیز، زمانی که این در حالت استراحت باشه خود سودیم داخل نمیشه، اما سودیم خارج میشه، اکسچنج میشه با چی؟ با کلسیم. و چینل کلسیم سودیم لیک هست و این لیکی برای 100 الی 150 میلی ثانیه دوام میکنه. اجازه نمیده که از منفی 50 میلی ولت یا منفی 55 میلی ولت زیادتر خشا، زیادتر رست نمبرین پتانسیل منفی شه. اینال سوال دیگه پیدا میشه که چرا همیشه دیپولارایز نمیباشه از این مورد؟ جوابش این است چون این چینل ها بعد از 150 میلی ثانیه بسته میشه و چینل های پوتاشیم بر خروج پوتاشیم باز میشه و مقدار زیاد از پوتاشیم از خروج خارج میشه. حالا دوستای عزیز، ما زیاد در مورد از این فهمیدیم که چطور پیس میکر قلبی کار میکنه. خب حالا که سیاره ایجاد شد، سیاره از کدام طریق باید انتقال پیدا بکنه؟ زمانی که اکشن پوتاشیل ایجاد میشه و اینمی رستینگ ممبرین پتانسیل میرسه به ترشولد، مثلا میرسه به منفی 40 میلی ولت یا منفی 50 میلی ولت و بعد از اون فایرینگ چارج های مثبت به داخل حجره آغاز میشه و بالاخره چی میشه؟ اکشن پتانسیل ایجاد میشه. زمانی که اکشن پتانسیل ایجاد شد، این اکشن پتانسیل چطور انتقال پیدا میکنه به تمام قلب؟ دوستان، زمانی که ایجکتیو شد، سه پتوی دیگه وجود داره که او را به نام انترانودیال پتوی ها یاد میکنن. این پتوی ها زمینه را مساعد میسازه برای ازی که چی شوه؟ سیاله از SNO2 به EV0 بیه. این کدام سیاله هاست؟ سیاله های این کدام پتوی هاست؟ پتوی هایی است که در قسمت خلفی قرار دارن، لترال پاسیریور پتوی هست در قسمت انتریور قرار دارن و همچنان در قسمت مدل قرار. پس من نام هم گذاشتم میتونم. سیست anterior, middle, posterior, intranodal pathway. سیست از طریق ای پتوی ها دوستان میشه که اسمایش را نوشته بکنم. anterior, posterior, middle, intranodal پتوی. این نودل مگی نیست دوستا، این هدفش از گری هست. خب در قسمت انتریور که کدام پتوی وجود داره، در این قدرت انتقال سیاله، سرعت انتقال سیاله تا 1 متر در ثانیه بوده میتونه. شما فکر کنین که اینجا که 1 متر چی که چند میلی متر هم نیست،
پس فرض کنین که چقدر با سرعت انتقال پیدا میکنه. سیز؟ یک متر پر سیکند است. ولی در پوستریور یا خلفی و مدل ازی تا 0.3 متر پر سیکند رفته میتونه. این قدرت انتقال سیاره هست. خب این کار خوش شد. اینا رو در چقدر وقت؟ آیا این مستقیم هست؟ آیا این هیچ وقت را نمیگیره که از اس انرژی مستقیم به ای وی نوت بیه؟ آیا به اون لحظه که اوزاین تقلص کرد و ای وی نوت سیاره میرسه؟ نه خیر. ما باز هم میگم وقتی ما تقلص خاطر ریتمیک میگیم یعنی یک بار تقلص یک ساحل تمام میشه و به ساحل دیگه تقلص میرسه. رسیدن سیاله از اس انود به ای وی نود تا که هر سه پتوی پوستریور، انتریور و میدل را سپری میکنن اینجا به اندازه 0.03 ثانیه چیش میشه؟ زمان میبره. سیز پس نوشتهش میکنیم زمانی که ای از اس ای میایه به ای بی از طریق ای سی پتوی چقدر وقت را میگیره؟ 0.03 ثانیه. درست شد؟ اینان در ای وی نوت چی میشه دوستا؟ که خیلی نزدیک به دسام ترایکسپ است. در ای وی نوت که انشالله ما بتانم درست ایره برای شما توضیح بدم. در ایوینو دوست عزیز یک میکانیزم استک شدن سیاله وجود داره. سیاله در ایوینو بر 0.09 ثانیه چی میشه؟ استاد میشه. برای چه وقت در ایوینو بر 0.09 سکند چی میشه؟ استاد میشه. یعنی اجازه نمیدیش که عبور بکنه. چرا؟ با کدام میکانیزم؟ اگر من یک ایوی نود را بر شما ترسیم بکنم شما خودتان نظر به امی ساختار شفته میتونین که واقعا نمود یک چیز است. حجرات ازی بسیار زیاد است. میبینین خیلی ازدهام حجروی اینجا وجود داره. نوشتش میکنم more cells less gap junctions. gap junction هایی که در بین حجرات وجود داره بسیار کم است. اگر در هر حجره مثلا 100 دانه باشه از این 30 یا 40 دانه است. بسیار کم است. همچنان ازدهام حجروی زیاد وجود داره. تا که سیاله از این قسمت میرسه و در این قسمت داخل میشه و از این قسمت ببره بسیار فرض کنید که چی هست؟ مثلا چک پوینت این رقم یک چیز است. از این قسمت خارج میشه تا به این قسمت میرسه بسیار وقت میگیره. یکی خود دروازه های ورودی بسیار کم است که میگم less gap junction و دیگه more cell است. و دیگه موضوع چی است؟ اینا در مقابل کلسیم بسیار سنسیتیو هستند. یعنی اکثرا موجودیت کلسیم اینا رو تقلص داده میتونه و مشکلی است که اینجا سودی هم همیشه فست چینل ها داره. سیز؟ این در مقابل سودی هم بسیار حساس است. دیپولاریزیشنش به سودی هم وابستگی داره و سودی هم چی است؟ فست چینل داره. از این بیچاره که به کلسیم وابستگی داره کلسیم شما میفهمین همیشه چینل هاش سلو هست. سیز؟ پس این کمک امی دیپولاریزیشن خود را با آهستگی انجام میده و به این شکل این میکانیزم ها هست که زمینه را مساعد میسازه برای ازی که برای 0.09 ثانیه چی شود؟ این سیاله که آمده از تک باقی بمانه اینجا. و یک موضوع دیگه از دوستا که بسیار مهم است رستینگ میمبرین پوتنشیل ازی چی هست؟ تا منفی 80 و منفی 90 میلی ولت است. یعنی دیگه یه قضیه دیپولارایز نمیشه چون تفاوت چارچ ها بین دو طرف و شاک چی است؟ زیاد است. بسیار خوب. شاید که اینجا کلسیم سودیم چینل های لیک موجود باشه ولی به اندازه اس انود نیست. صحیح شد؟ این موضوع تا اینجا تمام شد. گفتیم که در 0.03 ثانیه چی میشه؟ از طریق هر سه انترانوجل پتوی ها ای به ایوینور میرسه. در ایوینور چی میشه؟ در انتقال قدرت انتقال سیاله را خوب اینجا دوستا درک بکنه. در اوزاینا چی است؟
1 متر 0.6 متر تا 1 متر پر سکند است. در حال که ایزایی یک متری نیست بسیار زود میشه و تقریبا 0.03 ثانیه میگیره. اما زمانی که به ایوی میایه این بر 0.09 ثانیه به خاطر این دلایل چی میکنه؟ استاک میکنه یا استاپ میکنه خود سیاله را. اما دیگه زیاد وقت نمیتونه چون وظیفهش است تا این سیاله را انتقال بده. این سیاله ها انتقال پیدا میکنه به طرف چی؟ به طرف ایوی نو ایوی بندل ها. این قسمت را فرض کنید ایوی بندل است. این قسمت ایوی بندل هست و بالاخره ای چی شد؟ به ایوی بندل رفت. خب آیا ای با ایوی بندل که میره بسیار باسانی میره؟ نه خیر. زمانی که از ایوی نود انتقال پیدا میکنه به ایوی بندل، چون ایوی بندل ها همچنان عین خواص را دارن با اینجا هم زود انتقال نمیشن. تقریبا دوستا 0.04 سکند را در بر میگیره. صحیح؟ پس اگر من تمامش را جمع بکنم ببینیم 0.03 ثانیه از SA به EV که جمع 0.09 ثانیه تاخر سیاره در EV 9 حد میشه 0.12 ثانیه. بعد از اینکه به EV رسید 0.04 ثانیه دیگه ماتل میشه که در مجموع میشه 0.16 ثانیه. اینال دیگه 0.16 ثانیه را میگیره که سیاله از SA نود بیایه به کجا؟ بله، به رایت اند لفت بندل برانچ، به رایت بندل برانچ و همچنان به لفت بندل برانچ. آن که شما فهمیدین که 0.1 ثانیه یک وقت بسیار خوب هست برای ازی که اوزاینات تقلص بکنن، ایوی والف ها بسته شوند و بعد زود کنترکشن در کجا صورت بگیره؟ در بوتاینات صورت بگیره. میبینیم چی یک نظم خداوند برای چی با سیستم کنترکشن داده. خب آره، شما ایوی بندل هم شناختین، ایوی نور هم شناختین، لفت و رایت بندل برانچ ها رو هم شناختین که بعد از ایوی بندل ها منشأ میگیره به این شکل. خب حالا چی میکنه؟ هر دو طرف خود قشای بین بوتینی را هم چی میکنه؟ تحریک میکنه و یا هم او را تعصیب میکنه. ولی وقتی که اینا تیت میشن به این نواهی باز یک نامک دیگه برش میتن که این پروکن جی فایبر است که این دوباره تا به کجا ادامه داره؟ تا به خوده قاعده قلب ادامه داره و این کلش از چی منشأ میگیره؟ از این امیدو داره منشأ میگیره. پرکینجی فایبر ها که هستن دوست عزیز، اینا هم بسیار سنسیتیو هستن، بسیار زیاد یعنی زود میتونن که تحریک شون. بخاطر ازی است که اینجا همچنان لیکی چینل های کلسیم و سودیم وجود داره و همچنان پتانسیل استراحتشان چی است؟ منفی 55 میلی ولت یا هم 60 یا 70 هست، یعنی زیاد منفی نیستن. و لیکی چینل ها باعث ازی میشه که زیاد منفی نمانه و با یک تنبیه ساده ای به ترشوت برسه و فایرینگ آیون های مثبت خواست شد. پس تقریبا شاید در این هم انتقال سیاله تا 1 متر یا 1.5 متر در ثانیه باشه. 1.5 متر در ثانیه. بخاطر ازمی است که بسیار وقتی با پرکینجی فایبر دیگه سیاله میرسه بسیار باسانی میتونه با تمام قسمت های بوتینات انتقال پیدا بکنه. خود دوست عزیز، ای با مزد تمام پتوی هایی بود که ما باید در مورد از این میدانستیم. حالا ما میخواییم این شما بفهمید که چطور سیستم اوتونوم میتونه که مثلا فایرنگ SA نود را کنترل بکنه در بعض حالت ها. مثلا در حالت که یک انسان هیجانی می باشه، وقتی اعصاب پاراسمپاتیک ما تحریک میشه، اعصاب سمپاتیک ما تحریک میشه دوست عزیز، در این وقت چی صورت میگیره؟ و مثلا وقتی که ما در حالتی هستیم که استریکولین و اینا افراز میشه در وقت چیکار صورت میگیره؟ خود دوستا اعصاب سمپاتیک شما میفهمین که اعصاب هیجان هست، ترس و لرز هست، سیست فرار و گریز هست. بسیار میبخشید.
خب من یک جای پیدا کنم برش. حساب سمپاتیک. حساب سمپاتیک دوست عزیز با نیورو ترانسمیتر هایی که مثل ادرینالین و نار ادرینالین افراز میکنن چی میکنن؟ قابلیت نفوذ غشای اسینودرا و یا هم ایوینودرا یا از اسینود یا از ایوینود از هر کدامش که باشن، چون هم روی آخذه های خود اینجا تاثیر داره و هم در ایوینود تاثیر داره. چی کار میکنن؟ قابلیت نفوذی قشار، قابلیت نفوذی قشار در مقابل چی زیاد میکنن؟ کلسیم، سودیم، چینل ها بلند میبره. حالی وقتی که در اسینود قابلیت نفوذ در مقابل کلسیم، سودیم، چینل ها زیاد شوه، یعنی لیکی زیاد شوه توسط افراز ادرینالین و نار ادرینالین، به نظرتان چی میشن؟ بسیار خوب، چی میشن؟ رستینگ ممبرین پتانسیل، رستینگ ممبرین پتانسیل چی میشن؟ پایین، یعنی گفته میتونم که بالاتر از منفی 55 میشن میلی ولت، حتی به منفی 40 و منفی 50 میرسن و این یک حالتی هست که با کوچکترین تنمه اینجا تحریک به وجود میه. سیز؟ اما اگر یه سب پار سمپاتیک باشم سیز؟ برعکس کار انجام میده، خیلی هوشیار است. اسیتایل کولین چی میکنه؟ اسیتایل کولین قابلیت نفوذی قشاره، قابلیت نفوذی قشار در مقابل چینل های پوتاشیم چی میکنه؟ بلند میبره. وقتی که چینل های پوتاشیم باز شد، مقدار زیاد پوتاشیم از کجا خارج میشن و در نتیجه چی میشه؟ رستینگ ممبرین پتانسیل دیگه هم از منفی 55 میلی ولت پایین تر میره. اگر ای در اس اینود باشه، اگر ای کار در اس اینود صورت بگیره و رستینگ ممبرین پتانسیل پایین تر از منفی 55 میلی ولت شوه، اینجا چی میشه؟ که تولید سیاله کاهش پیدا میکنه و اگر ای کار در ایوینود صورت بگیره چی میشه؟ انتقال سیاله یا قدرت انتقال سیاله پایان میاد و به این شکل اگر که سمپاتیک در اس اینود تحریک شوه، اس اینود توسط ادرینالین و نار ادرینالین تحریک شوه، چی میشه؟ اینجا رستینگ ممبرین پتانسیل دیگه هم مثبت شده میره و با کوچکترین تنبیه شن پتانسیل ایجاد میشه، اینجا حرکات زیاد میشه، اینجا قدرت انتقال سیاره زیاد میشه و به این شکل است که هرتریت را بلند میبره. به این شکل میتونیم که ما اینجا تعریف بکنیم. دوستان عزیز، نه تنها پیس میکر قلبی به تنهایی در تمام حالات میتونه که اس اینود باشه، خود ایوینود در حالتی که هیچ گونه تنبیه برش نرسه سلف اکسایتیشن داره، خودش میتونه خود را تنبیه بکنه، درست است؟ این خودش خود را تنبیه کرده میتونه، چون گفتم ما در مقابل اینا در مقابل کلسیم حساس هستن و میتونن یک سلف اکسایتیشن را به وجود بیارن. پس اینا میتونن 40 تا 60 بیت را در هر دقیقه ایجاد بکنن، خودشان ایجاد میکنن، در حالی که اس ای چقدر میکنن؟ اینا تقریبا به 60 تا 100 هم میرسه و بالاتر. در پهلوی از دوست عزیز پروکنجی فایبر هم میتونم سلف اکسایتیشن بکنم و در دقیقه 15 الا 40 بیت پر منت تولید بکنم. اما این حالت های غیر نرمال است. شما فرض بکنید خود اس اینود فعالیت نمیکنه، مثلا دیگر قابلیت نفوذ خود در مقابل سودیم از دست داده یا توسط اعصاب سمپاتیک یا خود پاراسمپاتیک این نهیه شده، خب هر میکانیزم که هست اس اینود فعالیت نمیکنه، بوتاینات توسط ایوینود میتونن که 40 الی 60 بیت در یک دقیقه ایجاد بکنن و بعضی وقت تو میشه که اس اینود کاملا نرمال هست، این میتونه 60 تا 99 بیت در یک دقیقه ایجاد بکنه،
اما در پتوی اینترانودال بلاکیج وجود داره و اینمی سیاره انتقال پیدا نمیکنه به ایوینود. بنان بخاطر ازی که دیگه با تاینات تقلص داشته باشه ایوینود باز میتونه که چی داشته باشه؟ تقلصات داشته باشه. در حالی که مثلا اوزاینات تقلصاتشان چقدر از 60 تا 100 است، از بوتاینات پایین تر از این باشه. کی حالت های غیر نرمال هست و همیشه از ضرورت و تداوی می داشته باشه و عمده ترین بحث را در بخش اریتمی از خود می داشته باشه. انشاءالله در ویدیو بعدی ما در مورد ECG صحبت می کنیم. وقت خوش داشته باشید.